قصاب لرستان که بود؟ از جنایت فجیع رضا شاه علیه لرها چه می‌دانید؟ ماجرای دردناک کشتار لرها توسط افسران رضا شاه. وقتی افسران رضا شاه روی بریدن سر جوانان لرستان شرط بندی می‌کردند. با ما همراه باشید. اساطیرنامه، مروری بر تاریخ ایران. تابه سرخ شده را روی گردن بریده چسباند. جسد بی‌سر از جا بلند شد و یکی دو قدم دوید و بعد افتاد. این بخشی از مشاهدات ویلیام داگلاس آمریکایی در لرستان است. یکی از ننگین‌ترین بخش‌های سلطنت رضا شاه توسط یکی از افسران او رخ داده که بین مردم به قصاب لرستان مشهور است. داگلاس آمریکایی که برای مأموریت به ایران سفر کرده بود، در فصل نهم کتاب سرزمین شگفت‌انگیز در مورد چگونگی به قتل رساندن و شرط بندی سربازان رضا شاه بر سر مقدار راه رفتن اجسادی که سرشان بریده شده بود، این چنین می‌نویسد: در سال 1315 شمسی، دولت ایران تصمیم گرفت که جاده‌ای در لرستان تأسیس کند. بین ارتش رضاخان و عشایر منطقه لرستان زد و خورد شد. داگلاس بقیه ماجرا را از زبان پیرمردی 80 ساله که در دشت لرستان با او ملاقات کرده روایت می‌کند. پیرمرد در آلونکی که سقف و دیوارهایش با شاخ و برگ بلوط ساخته شده بود زندگی می‌کرد. مرا که دید به سرعت از من فاصله گرفت. با ناراحتی به من نگاه کرد و گفت: از بدبختی ما عکس می‌گیرید؟ دوربین عکاسی را کنار گذاشتم و خواهش کردم مرا به کلبه‌اش راه بدهد. پرسیدم از امیر احمدی چه می‌داند. نگاه تردیدآمیزی به من کرد. به او قول دادم حرفهایش را جایی بازگو نکنم. پیرمرد گفت: ما 100 نفر بودیم که در 20 کلبه کوچک زندگی می‌کردیم. هزاران اسب، بز، گوسفند، گاو و ده‌ها قاطر و گوساله داشتیم. تعدادی از جوانها را در قلعه فلک‌الافلاک دار زدند. ارتش مسلط شده بود و درگیری تمام شده بود و دیگر با جاده‌ای که رضا شاه قصد ساخت آن را داشت مخالفتی نداشتیم. اما چند روز بعد ناگهان دیدم گرد و خاک ارتشی‌های زیادی به سرعت به ما نزدیک می‌شوند. وقتی رسیدند، سرهنگی که فرماندهشان بود با صدای بلند دستور کشتار ما را داد. همه را به گلوله بستند. حتی کودکان، نوزادان درون گهواره، بچه‌های در حال بازی را قتل عام کردند. لوله هفتی را روی شقیقه مردم می‌گذاشتند و مغزها را متلاشی می‌کردند. زنها جیغ می‌زدند و فرار می‌کردند. زن من به گوشه‌ای پناه برده بود و مثل بید می‌لرزید. من در حالی که کاردی در دست داشتم، جلوی او ایستاده بودم که یک مرتبه صدای شلیک آمد. از حال رفته و افتادم. وقتی به هوش آمدم زخمی شده بودم. گلوله در گردنم فرو رفته بود. فکر کرده بودن مرده‌ام و رفتند. ای کاش مرده بودم. زنم را دیدم که کنارم افتاده و خون از بدنش جاری شده. اجساد زنان و کودکان در گوشه و کنار افتاده بود. در این اوضاع دوباره صدای سرهنگ را می شنیدم و دیدم که گرد و خاکی بلند شد و ارتشی ها به راه افتادند. سرهنگ امیر احمدی چند نفر از جوانانی که اسیر کرده بود را جمع کرد و دستور داد با زغال آتش روشن کنند. من متوجه شدم که در حال تدارک چه جنایتی هستند. او دستور داد یک تابه آهنی بزرگ بیاورند. تابه را روی آتش گذاشتند تا خوب داغ و قرمز شود. بعد دستور داد یکی از جوانان لر را بیاورند. دو سرباز دستهای جوان لر را محکم گرفتند و نفر سوم با شمشیر پشت سر او ایستاد. با اشاره سرهنگ سر جوان را با شمشیر قطع کردند. وقتی سر از بدن جدا شد، سرهنگ فریاد کشید: بدو بدو، سر از بدن جدا شده است. و سریعاً یکی از ارتشی ها تابه سرخ شده را روی گردن بریده چسباند. جسد بی سر از جا بلند شد و یکی دو قدم دوید و بعد افتاد. سرهنگ که انگار از این جنایت لذت کافی نبرده بود فریاد زد: آن جوان بلند قد را بیاورید. فکر کنم این یکی بیشتر راه برود. جوان را آوردند و این بار با دقت بیشتری سر او را بریدند. تابه آهنی را روی گردن بریده او گذاشتند، به طوری که این بار جسد بی سر یکی دو قدم بیشتر دوید. این عمل وحشیانه ادامه داشت تا اینکه سرهنگ شخصا خودش وارد عمل شد. بار سوم محکوم دیگری آوردند و
وقتی جلاد سر جوان را از بدن جدا کرد، خون از گردن محکوم در حدود 1 متر فواره می‌زد و سر به طرفی افتاد. پس از اینکه چند نفر از جوانان کشته شدند، فکر تازه‌ای در مغز سرهنگ دیوانه خطور کرد. او بر سر تعداد قدم‌هایی که اجساد می‌دویدند شرط‌بندی می‌کرد. داگلاس در ادامه می‌نویسد: یکی از افسران این جنگ به من گفت که 3 روز تمام اجساد را روی چوبه دار نگه داشتیم تا درسی برای لورها باشد. بله، امروز سخن از داعش است، در حالی که 86 سال پیش افسران رضاشاه در لرستان وحشیانه تر از داعش عمل کردند. بله، باز هم بگویند رضاشاه روحت شاد. بله، آدم را زنده زنده سر می بریدند و بعد از قرار دادن تابه داغ بر گردنش، مقدار حرکت و جهیدن اجساد تفریح افسران رضاشاه شده بود. منبع: ویلیام داگلاس، سرزمین های شگفت. سپاسگزاریم که مثل همیشه تا انتهای این کلیپ با ما همراه بودید.